فصل هفتم ریسک پذیری و ثروت آفرینی با مطالعه این فصل خواهید فهمید که هرگز نباید برای از دست دادن چیزهایی مانند شغل یا اموالتان نگران باشید و هرگز نباید به خاطر این چنین ترسهایی به فردی ضعیف و محافظه کار تبدیل شوید. به جای آن شما باید فردی پرشور و با اشتیاق و ریسک پذیر باشید. هرگز نباید صبحها بعد از بیدار شدن به ترس فکر کنید بلکه باید به راهکارهایی برای دستیابی به خواسته هایتان بیاندیشید. بدون شک شما خواهان آیندهی با شکوه برای خودتان هستید. آیندهی که سرشار از موفقیت و دستاورد باشد. اما باید بدانید تنها راهی که بتوانید به چنین جایگاهی دست یابید این است که فردی ریسک پذیر باشید. شاید کلمه ریسک شما را بترساند و شما را یاد خطر بندازه. اما باید بدانید تمام کسانی که در طول تاریخ کارهای بزرگی انجام دادند و شما داستانهای زندگی آنها را مطالعه می کنید افرادی ریسک پذیر بودند. کافی زندگی مدیران و کارآفرینان برجسته را مطالعه کنید تا ببینید چه ریسک های بزرگی کردند و با چه خطرات احتمالی مواجه شدند. شاید بتوانم به جرأت بگویم تنها راهی که بتوانید توانایی های نهفته خود را آشکار کنید این است که اهل ریسک کردن شوید. اگر نمیخواهید مسیر دستیابی به خواسته هایتان ریسک کنید، شک نداشته باشید که به موفقیت بزرگی دست نمیابید. کافی زندگی یک نواخ و روزمره انسانهای محتاط را نگاه کنید. برای درک بیشتر این موضوع من همیشه مثالی را مطرح می کنم. به یاد بیاورید که در کودکی هنگامی که مشاهده می کردید یکی از همسالان شما روی تخت شیرجه می رفت و از ارتفاع به درون آب شیرجه می زد پیش خودتان او را تحسین می کردید و افسوس می خوردید که ای کاش من هم می توانستم این چنین شیرجه بزنم. این اتفاق انقدر برای شما افتاد تا در نهایت تصمیم گرفتید ترس را کنار بگذارید و به این افسوس و احساس حقارت پایان دهید. آنگاه با وجود اینکه همچنان ترس در دلتان بود اما آن را نادیده گرفتید و با شجاعت به بالای تخت رفتید و شیرجه زدید. چه احساس خوبی داشتید هنگامی که بر این ترس ساختگی غلبه کردید و به همه نشان دادید که شما هم میتوانید از پس چنین کاری بر بیایید؟ حال است که به اطراف خود نگاه کنید مردان و زنان زیادی را خواهید دید که میخواهند شغل فعلیشان را ترک کنند و به کاری که به آن علاقهمند هستند بپردازند اما ترس ساختگی در ذهن آنها مانع انجام چنین کاری میشود آنها از شکست می ترسند. آنها از مورد تمسخر قرار گرفتن دیگران می ترسند. همین ترس های ساختگی باعث می شوند که آنها هرگز متوجه فرصت ها و موقعیت هایی که در اطراف آنها هستند نشوند و متاسفانه هیچگاه توانایی, ها نهف... توانایی های نهفته آنها متجلی نمی شود. ترس از شکست شما را به فردی محتاط تبدیل می کند که به جایگاه فعلی خودتان می چسبید و هیچ اقدامی نمی کنید. البته جالب این است که کسانی که به خیال خودشان افرادی محتاط و محافظ کار هستند شکست را بارها تجربه می کنند. پس آیا راحلی وجود دارد که شکست نخوریم؟ در جواب باید بگویم هرگز. شکست بخشی از زندگی است. اصلا اهمیتی ندارد چند بار شکست بخورید. مهم این است که بعد از هر شکست دوباره بلند شوید و به مسیر خود ادامه دهید. هر کس که به موفقیت بزرگی دست یافته است قبل از دستیابی به موفقیت بارها شکست خورده است. پس بسیار مسخره است که از ترس شکست خوردن به فردی محتاط تبدیل شویم. روزی از کمدین معروف فیلیپ ویلسون پرسیدند رمز موفقیت شما چیست؟ او در جواب گفت شکست خوردم دوباره بلند شدم شکست خوردم دوباره بلند شدم 16 سال فقط شکست میخوردم اما هرگز تسلیم نشدم فیلیپ ویلسون یکی از کمدین‌های های بزرگ تاریخ است به نظر شما اگر او میخواست از شکست دوری کند و فردی محتاط باشد اکنون ما نام او را میدانستیم؟ هرگز تنها دلیلی که او به یکی از بزرگان تبدیل شد همین روحیه ریسکپذیری او بوده است. به محض اینکه هدفی را برای خود تعیین می کنید چه بخواهید چه نخواهید به فردی ریسک پذیر تبدیل می شوید. هنگامی که هدفی والا برای خودتان تعیین می کنید از فردای آن روز هیجان و شور و شغ در چشمان شما برق می زند. اما متاسفانه اکثر مردم از ریسک کردن گریزان هستند به همین دلیل حاضر نیستند هدفی والا در ذهنشان تصویرسازی کنند آنها با زندگی فعلیشان کنار میآیند و هر روز زندگی خسته کننده خود را تکرار می کنند این افراد ده ها سال در یک خانه زندگی می کنن و با وجود اینکه خواهان داشتن خانه بزرگتر و بهتر هستند اما این خواسته را سرکوب می کنن و حاضر نیستند ریسک رفتن در خانه بزرگتر را بپذیرند. آنها می ترسن که نتوانند از پس هزینه های خانه بزرگتر بر بیان. همچنین به اکثریتی بنگرید که از شغل فعلی خود بیزارند و با وجود اینکه که می دانن شغل مورد علاقهشون چیست اما هرگز حاضر نیستند که به دنبال شغل رویایی خود بروند. آنها میترسند که در شغل رویاییشون موفق نشوند. آنها میترسن هم جایگاه فعلیشون رو از دست بدن هم جایگاه رویاییشون. اما حقیقت این است که وقت شما به دنبال خانه رویاییتون یا شغل مورد علاقهتون می روید توانایی های درونیتون شکوفا می شود. شما از نقطه آسایش خود بیرون آمده اید و با چالش مواجه شده اید. زندگی شما از روزمرگی خارج می شود و کارهایی انجام می دهید که هرگز حتی در خیالتان هم فکر نمی کردید. بتوانید از عهده آنها بر بیایید. چندین سال پیش کتابی را خواندم به نام میلیونرهای جوان. در این کتاب زندگی هجده میلیونر مورد بررسی قرار گرفته بود. نویسنده کتاب با تحقیق و بررسی که انجام داده بود متوجه شده بود این هجده میلیونر ثروت خود را از راه های متفاوتی به دست آوردند. همه آنها یک وجه مشترک داشتند. همه آنها اصلا فکر نمی‌کردند که تا به حال ریسک کردند. همه آنها در ذهنشان خود را در نهایت پیروز و موفق تجسم کرده بودند و شکست های موقت را نادیده می گرفتن. به همین دلیل اصلا متوجه ریسکشون نبودند. اما افرادی که از بیرون به زندگی آنها نگاه می کردن به وضوح متوجه ریسک های خطیر آنها بودند. تحقیقی درباره خلبانان جنگ جهانی دوم انجام دادند و متوجه شدند که خلبانانی که دست به ریسک نمی زدن در همان ابتدای جنگ کشته می شدند. در عوض خلبانانی که در هنگام پرواز انواع ریسک ها را انتخاب می کردند جان سالم به در بردند. این موضوع در زندگی همه ما صادق است. هر کس،, هر کس دست به ریسک نزند در همان اوایل زندگی مرده است. بله شاید عمر طولانی داشته باشند اما آنها هرگز زندگی را به معنای واقعی تجربه نکردند در نتیجه دچار مرگ زود هنگام شدند سوال اینجاست که چرا حاضر نیستیم ریسکی در زندگی انجام دهیم و به زندگی کسل کننده و بدون هیچ هیجانی تا لحظه مرگ ادامه می دهیم؟ جواب این است. ما باید در گذشته جستجو کنیم باید ببینیم زمیر ناخداگاه ما در زمان کودکی به چه شکلی برنامه ریزی شده است در دوران کودکی پدر و مادر از سر دلسوزی میخواستند شما همواره موفق باشید و میترسیدند که شما با شکستی مواجه شوید و سرخورده نشوید آنها شما را از هر صدمه دور می کردن. به طور مثال در همان ابتدای راه رفتن از ترس اینکه شما زمین بخورید مرتب شما را بغل می کردن تا از هر گونه آسیب احتمالی احتمالی شما اجتناب کنند. هنگام که میخواستید دوچرخه سواری کنید مرتب به شما هشدار میدادند که مراقب باش زمین نخورید همین تذکرهایی به ظاهر ساده ذهن شما را به گونه ای برنامه ریزی کرده است که شروع هر کار جدید به معنای خطر کردن و آسیب دیدن است. بنابراین هیچ کدام از ما فردی محتاط به دنیا نیامدیم. همه ما فردی ریسک پذیر به دنیا آمدیم اما به تدریج والدین و جامعه این ترس را در وجود ما نهادی نکردن. فطرت و ذات انسان ریسک پذیر است و همواره به دنبال مسیرهایی است که بزرگی و عظمت نهفته شده خود را به عرصه ظهور برساند این نکته را به یاد داشته باشید که ریسک کردن با حماقت کردن و بیمسئولیت بودن متفاوت است ریسک ناشی از شجاعت است اما حماقت ناشی از بیفکری و نسنجیده عمل کردن است البته گاهی اوقات مرز این دو بسیار باریک می شود اما هرگز این مرز از میان نمی رود از طرفی ریسک کردن امری کاملا نسبی است کاری که از نظر کسی ریسک بزرگی است ممکن است از نظر شخص دیگری کار بسیار معمولی باشه برای فهم بیشتر این موضوع فرض کنید فردی تحت تاثیر دوستان خود قرار گرفته است و میخواهد از یک صخره بلند در یک آب کم عمق شیرجه بزند بدون شک شیرجه زدن در یک آب کم اوم از ارتفاع بلند حماقت محض است و ترس انجام این کار کاملا به جا و درست است. او هیچ تجربه و مهارتی در شیرجه زدن در آبهای کم اوم ندارد و بدون شک به خاطر ترس از حرف دوستانش میخواهد شیرجه بزند و شیرجه او ناشی از شجاعتش نیست. او مسلما با این کار به خودش آسیب میزند و رفتار او ناشی از بیمسئولیتی اوست در نتیجه همواره بین ریسک کردن و حماقت کردن فاصله واضح وجود دارد فرض کنید فردی تمام پسنداز و عمر خود را میخواهد وارد کسب و کاری کند که هیچ شناخت و مهارتی در آن ندارد فقط به دلیل اینکه یکی از دوستانش به او گفته است این کار پرسودی است میخواهد تمام دسترنج عمر خود را در این کار سرمایه, گذاری گز... کند ترس او برای ورود به کسب و کاری که هیچ آشنایی درباره آن ندارد طبیعی است اما حرس و طمع چشمان چنین فردی را کور کرده است فکر می کنید بعد از سرمایه گذاری زندگی او به چه شکل سپری می شود؟ او همواره نگران ورشکستگی خواهد بود و هر شب در ذهنش تجسم می کند که تمام سرمایه خود را از دست می دهد. این کار به معنای بیمسئولیتی و حماقت است و هیچ ارتباطی با ریسک پذیری ندارد. حالا فرض کنید همین فرد با شنیدن پیشنهاد دوستش شروع به تحقیق و بررسی آن کسب و کار کند و با جوانب مختلف آن آشنا شود و بعد از چندین ماه مطالعه و بررسی اگر مجذوب آن کار شد در آن سرمایه گذاری می کند. این بار تصمیم او از سر طمع نیست بلکه از سر آگاهی و علاقه است او به تدریج پول خود را وارد کسب و کار می کند و تمام پس اندازه خود را به خطر نمی اندازد. بعد از دستیابی به سود به تدریج سرمایه گذاری, بیشتر، سرمایه بیشتری می کند. در بار دوم این فرد در همان کسب و کار یکسان وارد شده است اما این بار عمل او از سر حماقت و بیمسئولیتی نیست این بار حتی اگر از بد روزگار او در سرمایه گذاری خود شکست بخورد تمام پسنداز خود را از دست نمی دهد و از این شکست می تواند به عنوان تجربه برای موفقیت های آینده خود استفاده کند امیدوارم منظور من را به خوبی متوجه شده باشید افراد ریسک پذیر اشخاصی متفکر و آگاه هستند که تمام جنبه های کار را مورد بررسی قرار میدن و به دلیل باور و تصویر ذهنی قدرتمندی که از خودشان دارند دست به کارهایی میزنند که از نگاه بقیه انجام آنها خطرپذیر است. افراد ریسک پذیر به هیچ وجه نادان و بیمسئولیت نیستند. با نگاهی به آمار ورشکستگی کسب و کارها به این نتیجه رسیدن که راه اندازی یک کسب و کار کاری بسیار خطرناک و احمقانه است اما در حقیقت اینطور نیست در واقع کسانی که دست به راه اندازی کسب و کار میزنند از همان ابتدا نباید وارد چنین کاری میشدند آنها آموزش های لازم را ندیده بودند آنها هیچ مهارت و دانشی نداشتند به بیان دیگر آنها کارشان را بلد نبودند. آنها هیچ مطالعه و رشد شخصی نداشتند. به طور متوسط یک کسب و کار برای رونق گرفتن به سه سال زمان نیاز دارد. اما با کمال تعجب می بینیم این افراد در همان سه ماه یا سه هفته اول ناامید و دلسرد می شوند و کار خود را رها می کنند. این افراد معمولا کارمندانی بودند که از وضع وز... شغلی خود راضی نبودند و بدون اینکه مطالعه‌ای داشته باشند و از لحاظ شخصی خود را برای ورود به دنیای کارآفرینی آماده کرده باشند دست به راه اندازی کسب و کار میزنند و در نهایت هم با شکست مواجه میشوند دوست خوبم باب سالها در صنعت الکترونیک کارمند بود و طی سالها کار و طی سالها کار خوبی پس انداز کرده بود. او خیلی دوست داشت کسب و کاری برای خود داشته باشه. اما یک باور محدود کننده او را همواره از این کار باز می داشت. به حقوق بی خطر کارمندی بچست و به فکر بازنشستگی باش. اما اشتیاق او برای راه اندازی کسب و کار خودش بسیار زیاد بود به همین دلیل شروع به مطالعه و رشد شخصی کرد تا بتواند ذهن یک فرد کارآفرین را در خود ایجاد کند و از ذهنیت کارمندی فاصله بگیرد. چند ماه بعد از مطالعه و تلاش در زمینه رشد شخصی احساس کرد که میتواند ریسک ورود به دنیای کارآفرینی را بپذیرد. او به همراه همسرش شرکتی راه اندازی کردند با وجود اینکه در طی این سالها آنها با شکست های موقتی مواجه شدند اما چون قبل از ورود به دنیای کارآفرینی ذهن خود را تربیت کرده بودند توانستند از موانع و مشکلات بگذرند. همکنون شرکت آنها بیش از چل سال شغل کارمندیشان برای آنها ثروت بر آورده است. آنها صدها کارمند دارند و به سرتاسر سر آمریکا خدمات خود را عرضه می کنند. به نظر شما اقدام آنها از روی حماقت و بیمسئولیتی بوده است یا اینکه آنها افرادی ریسک پذیر بودند. بدون شک آنها ریسک پذیر بودند زیرا آنها شغل کارمندی خود را رها کردند و هزاران دلار در کسب و کاری سرمایه گذاری کرده بودند که موفقیت در آن هیچ تضمینی نداشت اما در عین حال آنها از سر بیمسئولیتی وارد آن کار نشده بودند زیرا قبل از اقدام به چنین کاری با مطالعه فراوان و رشد شخصی خود را برای ورود به دنیای کارآفرینی آماده کرده بودند آیا با وجود اینکه آنها خود را آماده کرده بودند باز هم می ترسیدن؟ راستش را بخواهید من این سوال را از آنها نپرسیدم اما با توجه به اینکه 20 سال است بر روی طبیعت انسان مطالعه می کنم می توانم به جرأت به شما بگویم که آنها هم مانند تمام انسانهای دیگر می ترسیدن. نکته مهم همین است که با وجود ترس دست به کار شوید هرگز روزی نخواهد رسید که ترس در وجود شما برای همیشه از بین برود در واقع شجاعت یعنی اقدام کردن در حالی که ترس وجود دارد فرد ریسک پذیر کسی است که یک یک موقعیت را به خوبی بررسی کند خود را برای مواجهه با آن آماده کند و در ذهنش تصویری واضح از موفقیت خود تجسم کند و سپس با وجود اینکه ترس وجود دارد دست به کار شود با تمام این تفاسیر احتمال شکست افراد ریسک پذیر وجود دارد اما دوباره بلند میشند و از نو شروع کنند زندگی افراد ریسک پذیر بسیار خلاق و هیجان انگیز است وقت آن رسیده که شما هم زندگی خلاق و هیجان انگیزی برای خود بسازید شما هم می توانید با دنبال کردن رویایی که سالیان سال در سر داشته اید به فردی ریسک پذیر تبدیل شوید. من باور دارم که تمام ما رویایی منحصر به فرد داریم. این رویا گاهی اوقات از لایه های زیرین زمین ناخودآگاه ما به سطح ذهن هوشیار ما می آیند و ما را برای چند لحظه غرق در رویای انجام دادن آنها می کنند. این رویا می تواند به واقعیت شما تبدیل شود. تنها کافیست به توصیه های این فصل عمل کنید و به فردی ریسک پذیر تبدیل شوید. اصلا اهمیتی ندارد رویای شما به چه اندازه بزرگ است. اصلا مهم نیست از نگاه دیگران چقدر غیر ممکن جلوه می کند. اگر بخواهید می توانید آن را به واقعیت خود تبدیل کنید. برای شروع هر آنچه را که میخواهید به دست آورید یا به آن تبدیل شوید بر روی کاغذی بیاورید جزئیات رویای خود را بر روی کاغذ بنویسید در جملات خود از فعل حال استفاده کنید جملات را به, گون، به گونهای ننویسید که گویا در آینده دور قصد انجام آنها را دارید آنها را به گونهای بنویسید که گویی همکنون تمام آنها محقق شدند. این کار باعث می شود زمیر ناخداگاه شما تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر دوستی دارید که می دانید به شما باور دارد و شما را مسخره نمی کند می توانید رویای خود را با او در میان بگذارید. زیرا صحبت کردن درباره رویایتان انرژی بیشتری به آن رویا می دهد. اصلا اهمیتی ندارد رویای شما چی باشه؟ راه اندازی کسب و کار جدید، خرید خانه بزرگ، خرید ماشین جدید، حرفی افزایش فروش یا فارغ تحصیلی با نمره عالی. تمامی این رویه ها دستیافتنی هستند. عظمتی درون شما نهفته است که این قدرت را به شما می دهد که هر آنچه را می خواهید محقق کنید. خودتان را از همین حالا فردی ریسک پذیر بدانید. بگذارید سطح ارتعاشی شما به تدریج بالا برود. برگ کاغذی وردارید و خطی در وسط آن بکشید. در بالای سمت راست علامتی منفی قرار دهید و در بالای سمت چپ علامتی مثبت. در زیر علامت منفی بدترین حالتی که ممکن است به خاطر دنبال کردن رویایتان برایتان اتفاق بیفتد بنویسید و در زیر علامت مثبت بهترین حالت را بنویسید. بعد از انجام این تمرین خواهید دید حتی اگر با شکست مواجه شوید فاجعه بزرگی در زندگی شما رخ نخواهد داد. صرفا طرح شما عملی نشده است و باید طرح و نقشه جدید برای تحقق رویه خود بریزید یادتون باشه که چیزی به نام شکست و باخت و باخت مطلق وجود ندارد تمام شکست ها و ناکامی ها موقت و گذرا هستند در طی این سال ها زندگی مردان و زنان برجسته تاریخ را مطالعه کردم بدون استثنا تمامی این افراد با شکست ها و ناکامی های در طول مسیر موفقیت مواجه شدند اما هرگز تسلیم نشدند خود من بارها طعم تلخ شکست را چشیدم و اعتراف می کنم که دلخور و ناراحت شدم اما آن شکست را رها کردم و به مسیر خود ادامه دادم این قدرت در تمام ما وجود دارد که بعد از هر ناکامی دوباره از نو شروع کنیم پس خود را متعهد کنید که از امروز به یک فرد ریسک پذیر آگاه تبدیل شوید.